صبح امروز جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی توانستند با زندانیان اعتصاب قضا کننده ملاقات کنند. مریم قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی، یکی از این افراد بود که امروز توانست با فیض‌الله عرب سرخی ملاقات کند. در همین ارتباط گفتگوی انجام داریم با خانم مریم قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی از تهران. خانم قدس، گویا شما امروز تونستید با همسرتون که یکی از اعتصاب قضا کننده ها در زندان اوین هستند ملاقات کنید. شما روحیه و وضعیت ایشون رو چگونه دیدید امروز؟ بله، من ملاقات داشتم امروز. البته من یه نکته رو قبل از اینکه حرفم شروع کنم که اونجا فهمیدیم که علاوه بر این 12 نفر، آقای اقبال هم از همون روز اول به اینها پیوسته که اسمشون بیرون داده نشده بوده ظاهرا. بعد آقای دلیرسانی هم همونجا دیدم دوباره ایشون هم اعتصاب قضاشو شروع کرد، یعنی تعدادشون شاید بیشتر از این حرفان باشه. اما به هر حال این ادعی رو که حالا هم همسر من هم دیگرانی که همزمان ملاقاتمون رو انجام دادیم، الحمدلله روحیه هاشون که خیلی خوب بود. از نظر جسمی هم والا اگه مشکلی هم داشته باشن به ما نمیگن. مثلا ما خودمون نگران یه چند نفرشون هستیم، مثل آقای قدیانی اینها، که اونا گفتن ما حریفشون نمیشیم، هرچون میگیم که شما اعتصاب قضا نکنین گوش نمیدن. روحیشون خوب بود دیگه. حالا خانم فیروز صابر هم اتفاقا اومده بود که خواهش کنه بذارن بیاد بالا صحبت کنه با اینها که تجربه تلخه و دستابه تکرار نشه، اما خب اونا اجازه ندادن. ما به هر حال پیام اینها رو رسوندیم، هم خانواده صحابی هم خانواده خدا صابر و هم پیام های دیگه که گفته بودن رو رسوندیم، اما به هر حال اینا اعتراضی دارن و طبیعتا هم باید یه حداقلی از رسیدگی ها رو احساس بکنن تا اعتصابشون رو بشکنن دیگه. خب شما فکر میکنید هدف اصلی این زندانیان از اعتصاب قضایی که انجام دادن چی هست؟ خواسته مشخصی دارن؟ ببینید، من فکر میکنم اون نامه 64 امضایی که قبل از این نامه داده بودن و اون در واقع بیانگر خوبیه، یعنی آخرش اگر دقت کرده باشین نوشتن که در اولین گام، در گام نخست ما این شهادت نامه رو دادیم، اینها رو داریم میگیم، اما اگر که توجهی نشود در صورت عدم رسیدگی و توجه، اقدامات بعدی رو مطابق با شرایط اعلام میکنیم، که بعد اقدامی که بعدن اعلام کردن همین اعتصاب قضاشون بود. به هر حال برمیگرده به همون نادیده گرفتن حقوق بشری و انسانی و این زندانهای سیاسی به طور اخص که مرتب نادیده گرفته میشه و جلوی چشمشون انسان کشته شده. یعنی اینا دیدن وقتی که مصابه با اون حالت بردنش بهداری به جای اینکه درمانش کنن مورد ضرب و شتم سازه قرارش میدن و این نمیدونم چجوری میشه اصلا توجیهش کرد. نه تو هیچ جایی از موازین شرعی داریم، نه توی هیچ کدوم از قوانین حقوقی بین المللی، تو هیچ جایی ما هم که چیزی نمیبینیم که طرف رو برای درمان ببرن و مورد ضرب و شتم قرار بدن و برش گردونن و بعد اونقدر تعلل کنن دوباره برای رسوننش به بیمارستان که دیگه کار از کار بگذره. یعنی حداقل وظیفه انسانی حکم کرد که شما احتمال بدی که این یه درصد واقعا سکته کرده، حالش بده، هرچی هر کسی گوشه خیابون هم آدم رو ببینه برمیداره میبره میرسونه دکتوری جای دیگه. به هر حال اینا جلو چشمشون این وقایع رو دیدن، غیر از وقایع مختلفی که از به اصطلاح مصادیق بارز نقض حقوق بشره که اینا دارن هر روزه باهاش مواجه هستن. همین ملاقات‌های کامیونی ما، همین شنودهای مختلفی که روی احوال پرسی حتی نمی‌تونیم اونجا درست بکنیم، از ناراحتی که هزار تا انگار گوش وایساده مثلا و ملاقات‌های کوتاه، اذیت شدن‌ها، نمی‌دونم مرخصی ندادن‌ها، تماس تلفنیشون که اصلا قطع کامل، یعنی یه هفته تمام ما اینا رو نبینیم هیچ خبری، نه اونا از بیرون دارن نه ما از داخل داریم. هر اتفاقی بیفته هیچ کس خبردار نمیشه. مثلا هفته قبل هدا صابر رو اگر خانومش روز قبلش از توی سایت ها نمیفهمیدن با ما بلنش میخواست بلنش بیاد ملاقات دیگه. شما ببینید اینا همه
مصادیق بارز نقض حقوق بشره و اینا دارن میبینن، طبیعیه که حالا حتی اقل اعتراضشون رو اینجوری برسونن. و به عنوان آخرین سوال، شما خودتون پیامتون امروز به همسرتون آقای عرب سرخی چی بود؟ من همونی که گفتم، یعنی خدا شاهد من دو سال دارم اینو میگم، به بازجوهاشون هم گفتم، به علما هم که نامه نوشتم همینو گفتم، گفتم خدای من شاهده به قدری من در عذابم که اون عده‌ای که دو سال تموم هیچ نتونستن مرخصی بیان، تو وضعیت بدی هم خودشون هم خانواده‌هاشون به سر میبرن، خدا شاهد راضیم عیبی نداره این بار رو ما به دوش بکشیم، من و همسرم حتی به دوش بکشیم، همه رو برگردونن سر زندگیاشون. و خوشبختانه حالا همسر من که راهش بالاخره انتخاب شده است و همین هست و احساس میکنم خوشحالم میشه که میبینه من این همراهی ها رو باهاش دارم.